سه روز پس از واقعه تعلم بار بی‌حرمتی به عاشورای حسین مظلوم، ایران یک پارچه خشم و خروش و نفرت می شود. تأثیر و نفرت ملی از فتنگران عاشورا و خشم مردم از همراهی عناصر اصلی فتنه با دشمنان کینه‌توز انقلاب واقعا قابل کنترل نیست. مردم تهران نیز عصر نهم دیماه، یعنی تنها سه روز پس از فتنه شوم حرمت شکنان، در همایش عظیم عاشوراییان با حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، خمینی کبیر و خامنه‌ای صبور و بصیر پیمان وفاداری تازه می کنند. جمعیت به گونه‌ای است که حقیقتاً در سالهای گذشته در هیچ راهپیمایی و مراسمی نظیر نداشته است. چنان متحد، مؤمن، پرخروش، انقلابی و لبریز از غیرت دینی و ملی به میدان مقابله با فتنه‌جویان آمده اند که هیچ قلم و بیانی قادر به توصیف عظمت آنها نیست. تا کیلومترها دورتر از میدان انقلاب و تا جایی که چشم کار می کند جمعیت خشمگین موج می زند. تصاویر هوایی این اجتماع تاریخی بی تردید در آینده این سرزمین نیز اثبات کننده عشق و دلدادگی این ملت به عاشورا و وفاداری آنان به انقلاب و آرمانهای امام خمینی است. حرمتی کردن، رقصیدن، سود زدن، اینا باید محارب با خداوند هستن. منافق هم غیر از منافق و ضد انقلاب، ضد اسلام چیز دیگه نیست. بیان موضع خودشونو مشخص کنن، هیچ موقع این اراذل و باش نمیان پرچم امام حسین پاره کنن. جریانات سیاسی باید خطشون رو از ضد انقلابی ها سوا کنن. درخواستم اینه که اگر واقعا اینا جزو اینا نیستن اعلام کنن، بگن ما نیستیم، تا مردم بدونن واقعا تکلیفشون چیه. اینا یه گروه دیگه هن، درخواست من اینه، ولی اینا ساکت شدن، هیچی هم نمیگن. دو دسته بیشتر نیست، یا باید با اسلام یا جلوی مقابل اسلام باشن، نمیشه وسط، یعنی همچی چیزی اصلا امکان پذیر نیست. حماسه عظیم نهم دی 88 در واقع اثبات این حقیقت ناب است که ملت ایران اسلام و عاشورا را مبنای هویت خود میداند و هیچگاه عهد تاریخی خود با حسین مظلوم را از یاد نمیبرد که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. تو رگای بچه مسلمان میجوشه، هیچ غلطی نمیتونم. هممون عاشق نظامیم، عاشق ولایتیم. هدف من امام حسینه. مردم ایران همیشه در صدر و آگاه.
مردم با قیام به یاد ماندنی نهم دی نشان می‌دهند که صبر و تحمل آنان در مقابل فتنه جویان به پایان رسیده است و از این پس اجازه نمی‌دهند کسی به ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و انقلابی آنان ستیزه کند. پیمان دوباره با رهبر فرزانی انقلاب حقیقت دیگری است که در اقیانوس بیکران مردم موج می‌زند. به عشق رهبرم اومدم، افتخار میکنم، سرباز امام زمانه. اینا دشمنان امام حسین هستن، دشمنان ولایت فقیه هستن. فقط نگاه کنم ببینن دشمن چه جوری خوشحال میشه. همین، هر موقع دشمن خوشحال شد پس ما باید ناراحت باشیم. عین اناری میمونن که آمریکا، انگلیس، سازمانهای جاسوسی دنیا آب اینها را میمکن، توفالشون رو میندازن بیرون. من فکر میکنم تاریخ دوباره داره تکرار میشه. اگر آگاه نباشیم نسلهای بعد ما مطمئنن نظر خوبی در مورد ما ندارن. مردم تو این قضیه کوتاه نمیان، غیر از بازیهای سیاسی که بالاخره میدن. مردم با هر سلیقه های سیاسی که دارن از دین و مذهبشون کوتاه بیان نیستن. های ملت تشکر کنم که در این برهه از زمان اینطور که شایسته حکومت اسلامی است که تمام با هم شیبان هم باشند خواستند و همه قشرها به وظایف انسانی اسلامی خود عمل می کنند. عناصر اصلی فتنه به واسطه چشمان بسته، گوشهای ناشنوا و قلب محروم از درک حقایق از عظمت ملت در نهم دی ماه نیز به خود نمی آیند و با ادامه موضع‌گیری های خفتبار حضور جمعیت بیشمار مردم را در نهم دی زیر سوال می برند. عناصر خارج نشین نیز که به شدت از حضور تاریخی مردم در راهپیمایی نهم دی ضربه خورده اند، مأیوسانه تلاش می کنند عظمت آن را زیر سوال ببرند. اینا اون جریانه چهارشنبه‌ای که تظاهرات خودی‌ها اومدن را انداختن نه دی، اینا براشون یک دروغ رو تبدیل کردن به یک واقعیت. چرا حاکمیت در تظاهراتی که با انواع و اقسام ترفندها و تبلیغ‌ها سامان میده چرا هلیکوپتر استفاده نکرد برای فیلم برداری جمعیت؟ این اتفاقی بود که در واقع برای اولین بار در نهم دی ماه افتاد. از میدان فردوسی آقای میان تا میدان انقلاب جمعیت بود. البته هیچ تصویری من از فردوسی، چون بالاخره مجسمه فردوسی 35 سال اونجا همیشه‌ست، دیده نشده. بدن مردم به خیابان‌ها، در میان آنها ساندویچ‌های مجانی توزیع شد. عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی، عطاالله مهاجرانی و عبدالعلی بازرگان که تلویحاً خود را اتاق فکر جنبش سبز می‌خوانند، در بیانیه‌ای حرمت شکنی روز عاشورا را همچون عناصر اصلی فتنه کشتار مردم عاشورایی مینامند. ترکیب این اتاق فکر خارج نشین بسیار قابل تأمل است. از میان این افراد مهاجرانی با حمایت از آشوبهای حرمت شکنانه عاشورا آن را نشانه فروپاشی جمهوری اسلامی خوانده است. سروش و کدیور حکومت دینی و ولایت فقیه را از اساس رد می کنند. اکبر گنجی هم چند روز بعد از امضای این بیانیه در سخنانی کفرآمیز اساس اسلام، معصومیت ائمه و وجود مبارک امام زمان عجل الله را صراحتاً نفی می‌کند. در واقع به این نتیجه رسیدیم که قرآن کلام خدا نیست
و معتقدید که زائیده ذهن بشره و امام دوازدهم هم اصولا وجود نداره. دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام دوازدهم وجود داشته. مردم قم امروز 19 دی در سالگرد قیام تاریخیشان در سال 1356 به دیدار رهبر معظم انقلاب شتافتند. رهبر از عشق جاودان ملت به حسین مظلوم علیه السلام شکرگزار پروردگار است و حماسه به یادماندنی نهم دی را نشانه دست حمایت خدا از این ملت مؤمن می داند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. این هم یک روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط کنونی که شرایط غبارآلودگی فضاست، این حرکت مردم یک اهمیت مضاعفی را داشت. کار بزرگی بود. هرچه انسان فکر می‌کند اطراف این قضایا را، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین ابن علی علیه السلام را می‌بیند. این کارها کارهایی نیستش که با اراده امثال ما انجام بگیرد. این کار خداست، این دست قدرت الهی است. همونطور که امام فرمودن به بنده در یه موقعیت حساسی که من بارها نقل کردم این رو، که فرمودن من در تمام این مدت دست قدرت الهی را دیدم در پشت این قضایا. درست دید اون مرد نافذ با بصیرت، اون مرد خدا. عکس العمل ملی ایرانیان در مقابل حرمت شکنی عاشورا و عناصر اصلی فتنه که در حماسه نهم دی 88 به منصه ظهور رسید، با همه عظمت و جاودانگی خود فتنه جویان و حامیان خارج نشین آنان را به خود نمی آورد. همچنان که عظمت پیمان دوباره ملت با انقلاب و امام و ولی فقیه زمان در مقاطع بعدی از جمله 22 بهمن 88 و 14 خرداد 89 نیز آنان را به تأمل و تفکر در واقعیت ها و حقایق نمی کشاند. اما هیچ تحلیلگر منصف و مستقلی تردید ندارد که طرح دشمنان ایران برای فتنه انگیزی و براندازی به بنبست کامل رسیده و به یاری پروردگار و هوشیاری، بصیرت و غیرت دینی و انقلابی ملت چیزی جز سرافکندگی در مقابل امام و مردم نصیب فتنه جویان نشده است. کلام آخر این که تکرار مواضع فتنه جویانه و خیانتکار عناصر اصلی فتنه در عاشورای سال جاری و حمایت مجدد آنان از بی‌حرمتی در عاشورای 88 اگرچه با بی‌اعتنایی کامل ملت روبرو شد، اما نشان داد که عمق انحرافات این عناصر به گونه ایست که جز قهر و غضب خداوند هیچ تعبیر دیگری برای آن نمیتوان یافت. قهر و غضبی که نصیب هر کس شود، عاقبت و سرنوشت او را با خشم و لعنت مردم و ملائکه همراه می سازد و زمام فکر و عمل او را به دست شیطان می سپارد. فرزند